اما بحث افعال مودال بحث بعدی است. دوستان دقت کنید، افعال مودال یک سری افعالی هستند که بسیار پرکاربرد هستند در و معادلشون در هر زبانی وجود داره. الان میگیم و متوجه میشید که چقدر ما شاید هر لحظه از اینها استفاده میکنیم. خب دقت بفرمایید، خواهش میکنم. شامل مهمترین اینها شامل فعل ولن به معنی خواستن، ماگن که در حالت یا حالت مشتن، هر دو فعل به معنی خواستن هستند، ماگن و مشتن خواستن، همینطور ولن هم که به معنی خواستن هست. خب کنن به معنی توانستن، کنن توانستن، دیرفن به معنی توانستن یا مجاز بودن، دیرفن توانستن یا مجاز بودن هست، زولن و میشن هر دو یعنی باید، زولن و میشن هر دو باید. خب دقت کنید دوستان، همونطور که میبینید صرف در صرف این افعال یه تفاوتی وجود داره با سایر افعال. فعل ایش و فعل ارو اسو زی یعنی فعل من و او یکسان هست برعکس سایر افعال. خب مثلا من اگه بخوام فعل ولن رو صرف کنم، ایش ویل، ایش ویل یعنی من میخواهم، دو ویلست، خب طبق معمول باید استی بگیره، دو فعل دو، دو ویلست و ار ویل یعنی ار و ایش فعلشون یکسان هست، ایش ویل، دو ویلست، ار ویل. خب یا مثلا فعل مشتن به معنی خواستن، ایش مشته، دو مشتست، دوباره ار مشته، فعل ایش و ار یکسان است. یا در فعل کنن به معنی توانستن میخوام بگیم من میتوانم، ایش کان، ایش کان، در نتیجه او میتواند هم میشه ارکان، چون گفتیم فعل ایش و ار یکسان، ارکان، ایش کان، و تو میتوانی، دو کانست. برای سایر اشخاص هم که هیچ تغییری نمیکنه. همینطور مثلا در فعل زولن، ایش زول، دو زولست، دوباره ار زول. خب اما دقت کنید دوستان، هر موقع ما توی آلمانی دو تا فعل داشته باشیم، فعل دوم باید بره آخر جمله قرار بگیره. خیلی شبیه فارسی این نکته. مثلا ما توی فارسی میگیم من میخواهم یک خانه اجاره کنم، من میخواهم یک خانه اجاره کنم، خواستن و اجاره کردن که فعل دومه میره آخر جمله قرار میگیره. خب توی آلمانی هم دقیقا همین اتفاق میفته، هر وقت دو تا فعل داریم فعل دوم جاش آخر جمله است به شکل مصدری یا همون شکل ساده. مثال اول دقت بفرمایید. مثال اول، ایش مشته، ایش مشته، من میخواهم این اوتو یک ماشین کاوفن بخرم، این دقیقا بلا